دوستان به کانال ATS Cast خیلی خوش اومدین. دوتا فراری خیلی زیبا داریم با دوتا رنگبندی خیلی خاص، SF90 اسپایدر و قسمت سادهش، که سعی میکنم اطلاعات بیشتر رو بهتون بدم. یه نکته بگم در مورد رنگ بندیش، که توی فراری هر رنگی برای خودش یه اسم و کد خاصی داره، که حالا این زرد رو معمولا میگم مودنا، و 25 تا رنگ بندی مختلف دیگه داره که من سعی میکنم تو بالای ویدیو بهتون نشون بدم که به چه رنگ بندی های شما میتونید سفارش بدین. که حالا این دوتا رنگ هم معمولا که از بهترین رنگ هایی هست که معمولا روی فراری خیلی خوب میشین. حالا معمولا رنگ قرمزش هست که خیلی طرفدار بیشتری داره. حالا جلوتر اطلاعات بیشتر بده. این SF90 همونطور گفتم یه حالت اسپایدر داره، یه حالت فیکس داره که حالا این سقفش حرکت نمیکنه. حالا میگم 100% ویدیوش هم براتون میذارم بالا که ببینید که طریقه باز شدن بسته شدنش چطور هستش. ولی یه نکته که داره، شما همین سقفش رو الان میبینید که مثل گلاس مشکی هستش، ولی همینو میتونید شما با کربن کامل سفارش بدین که فوق‌العاده زیباییش میره بالا و همطوری هزینش هم خیلی میره بالا. خب در مورد رینگاش هم که 6 تا مدل رینگ فورج داره که با رنگ بندی های مختلف و با دیزاین های مختلف هست، و یه مدل هم که به نظر من که خاصه این مدل هایی که شما میتونید توی بازار پیدا کنید اینه که کربن فایبر هست، که دیگه بکنم تای تکنولوژی هستش که استفاده میشه برای ریزون. به همونطوری 5 مدل هم رنگ بندی های مختلف ترمزش داره که من سعی میکنم انواع اقسام رینگاش هم بالا بهتون نشون بدم، که به نظر من این هم مدل های فراری تا الان دیدم، ولی این مدل فوق‌العاده زیبا کربن، یعنی واقعا خاصش میکنه که شما تو هیچ یک از مدل های برند های مختلف دیگه نمیتونید پیدا کنید چنین، چون که خیلی پروسه ساخت پیچیده ای داره. پکیج اکستریوش هم دو تا حالت داره، یا کربن باشه یا کربن نباشه. حالا ما این شانسی خیلی خوبی که آوردیم دو تا SF90 کنار هم هستن که سمت راستی پکیج نداره و این ور پکیج کربن داره، که میتونیم بیایم نزدیک ببینیم که بامپراشو از کربن کار کردن که فوق‌العاده زیبا کردن. حالا میتونیم از همینجا یه نمایی از اون برام داشته باشیم که مقایسه کنیم، که اینجا هم میتونیم ببینیم که اینجا مدلش هست که بدون کربن استفاده شده، که میتونید دوتا رو مقایسه کنید که چقدر زیباییش، و کربن 100% فوق‌العاده زیبا هست، و به اساس حالا رنگی که انتخاب میکنین میتونین حالا کربن باشه یا نباشه، و همون دلیلی هم به همون اندازه هم هزینه‌اش میره بالاتر. خب همونطوری که گفته بودم این مدلش حالت پکیج کربن داره، که اینجا قسمت حالا ورودی هواش اینجا از کربن و سایت کیسش هم از کربن، ولی این مدل اینجا که دارین میبینین اینجا از کربن استفاده نشده، از یه متریال حالا یه مقدار ارزونتر استفاده کردن، ولی خب میتونید در کنار هم مقایسه کنید که چقدر زیباتر زیباییش تغییر میکنه. جلو هم که میبینین دیزاین و المانای فراری و دی ان ای فراری رو داره. در مورد پکیجش هم گفته بودم این لیپ‌های جلوش و همون قسمت وسطش هم کربن فایبره، که اینا میتونه حالت معمولی باشه، و پاک سنسوراش هم اینجا هست، و یه نمایی هم میتونه از چراغش داشته باشیم که از سیستم هدلایت استفاده شده. خب در مورد دیزاین عقبش هم که فوق‌العاده اگریسیو و خشنه، و بازم میگم المان‌های طراحی چراغ های معمولا گرد و حالت بیزی که برای فراری هست. و یه مورد دیگه هم هست که شما این متریال های اگزوزش هم 3 رنگ مختلف میتونین کلا تغییر بدین، که خیلی رو زیبایی عقب ماشین تاثیر میذاره. در مورد صندلی هاش هم اینکه 3 مدل استاندارد داره و 2 مدل هم کربن فایبر داره، که اونو میتونین
بر اساس نوع دیزاین داخلش میتونید سفارش بدین و نزدیک 25 نزدیک 20 مدل اینتریو هم داره که کاملا میتونید تغییر بدین که به حال روی زیبایی قسمت داخل ماشین تاثیر میذاره و داخلش هم میتونید از پکیج کربن استفاده کنید که الان توی این مدل میبینین از پکیج کربن استفاده شده که فوق‌العاده زیبا کرده. حتی روی فرمونا هم شما میتونید ببینید که از کربن استفاده شده و حتی قسمت داخلش هم که کلا از کربن استفاده شده و حتی این قسمت وسط کنسولش هم از کربن فایبر هستش. و همینطور میتونید کارپت هم که قسمت پایین هست اینا رو کلن تغییر بدین که تو رنگ بنده مختلف نزدیک 9 تا رنگ مختلف داره که میتونین استفاده کنین. یه نمای خیلی زیبا از کلید SF90 داریم که فولاده زیبا شبیه کلید فرروما هستش. اینجا هم طریقه باز کردن در رو میبینین و حتی یه دکمه هم داره قسمت داخل که برای باز کردن در که همچنین میبینیم زمانی که کلیدو فشار میدیم در براحتی باز میشه. تو این قسمت در سه تا آپشن داره که زمانی میخواین شما کاپوت جلو رو باز کنید و دو تا علامت دیگه هم هستش که برای زمانی که میخواین بنزین بزنین و یا میخواین قسمت الکتریکی یعنی شارژر رو وصل کنید به حال برای اون قسمت الکتریکی خود رو. حالا اینجا قسمت طریق باز شدن باک بنزینیش رو میبینین که فولده زیبای همون سمت هم که دو طرفش یعنی یه سمت چپ و راستش دو تا باک مختلف داره که بنزینی و با الکتریکی هست. اینجا هم طریقه استارت انجین میبینین که یه تاچ سکرین داره روی فرمون که به این سب روشن میشه. آسیتو فیورانو این پکیجی هست که از فول کربن استفاده میشه. زمان شما این پکیج بخواین رینگای کربن دارین و همینطور یه اسپویلر عقب متحرک دارین که توی مدل های بیسش شما این مدل نمیبینین. موتور اصلی این خودرو یک موتور 8 سیلند ویشلک با حجم 4 لیتر و توربوشارژ است که این موتور توان 769 اسب بخار قدرت را دارد. علاوه بر موتور بنزینی SF90 دارای 3 موتور الکتریکی نیز هست. یکی از این موتورها در قسمت عقب خودرو و دو موتور دیگر در چرخهای جلو قرار دارند. موتورهای الکتریکی توانایی تولید مجموعاً 217 اسب بخار دارند. مجموع قدرت موتور بنزینی و موتورهای الکتریکی به 1000 اسب بخار میرسد که این خودرو را به یکی از قوی ترین خودروهای تولیدی فراری تبدیل میکند. به لطف ترکیب قدرت SF90 توانایی دستیابی به شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت را در 2.5 صدم ثانیه داره. قدرت موتور از طریق یک جبه‌دنده 8 سرعته 2 کلاژه به چرخ‌ها منتقل میشه. این خودرو دارای حالت‌های مختلف رانندگی از جمله تمام الکتریکی، هیبرید و اسپورت هست که بسته به نیاز راننده و شرایط جاده میتونه تغییر کنه. خب بریم یه نگاهی به صندوق جلوی فولاد کوچیک که توی اکثر ماشین‌های ریسینگ این چیز نرمالیه. اینجا یه پلیتی هست که تمام اطلاعات فنی و آپشن‌هایی که شما برای این ماشین انتخاب کردیم و هزینه‌اش رو پرداخت کردیم اینجا هست. ولی یه موضوع خیلی جالبی که اینجا هستش برای ریسینگ سیت لیفترشه، یعنی شما برای همین که صندلیتون یه مقدار بیاد بالاتر و پایین‌تر یه آپشن حساب میشه و یه مبلغ خیلی بیشتری باید پرداخت کنید. و اینجا هم یه کاور شیشه‌ای روی قسمت الکتریکی داره که حالا توی جلو یه مقدار حالا زیباییش تأثیر داره و نشون میده که این ماشین به هر حال قسمت الکتریکی هم داره. حالا این هم یکی از آپشن ها هست شما میتونه انتخاب کنین که داشته باشه یا نه. بریم تولز کیتش رو با هم نگاه کنیم که ببینیم چه ابزارهایی گذاشتن. حالا معمولا این چیزهای بیسیک پیشگوشتی و یه سری ابزارهایی هست که برای میخواین زمان یه ماشین دیگه رو شما به هر حال بکشید پشت سر خودتون.